<applause> یالا من منتال یوتیوب ایپراب خیلی خوش اومدین قرار بود این, این ویدیو تحلیل آلبوم بهرام باشه اما خب یک حواشی خیلی عجیبی به وجود اومد از سمت ملتفت فدایی و ایشی هست که اعتمالا در جریان هستید اگه هم نیستید که این ویدیو رو ببینید کامل میخوام پوشش بدم که چی شده و در انتهام صحبت دارم با که در مورد این موضوع صحبت کنم بشکافمش داستان کجا شروع شد از جایی که اشکان فدایی یه اومد توی توییتر یه توییتی زد علیه هیچکس و همه مثل من پشماشون ریخته بود که چه جوری فدایی علی هیچکس توییت زده حالا توییت چی بوده بریم بخونیم ببینیم که اشکان فدایی اومده و در مورد هیچکس چی صحبتی کرده که حالا واکنش رب کنم این وسط داریم همه رو میخونم تون تون خود هیچکس هم اومد از آخر صحبت کرد و از خودش دفاع کرد خب میریم با اولین توییت از اشکان فدایی فدایی توی توییتر نوشت نمیخواستم عمومی بگم ولی سروش اصرار داره بشینه این ورنور دروغ به بافه دلیل جدای سروش و ملتفت رابطه این آقا با تروریستای های نه چیز دیگه اینم اکسای پدر مادر آزاده اکبری زن این آقاست وسط انقلاب که البته چیز خصوصی نیست و انقدر وقیهه که همه اینا عمومی رو صفحه مادر زنش هست که بعد از این توییت اشکان فدایی کلا رفارسی ترکید و همه تعجب کردن که چی داره میگه آیا مثلا واقعا سروش هیچکس به این گروه چرت پرت مجاهدین خلق و این داستان هاست که یک نفر اومد توی خود توییت فدایی کامنت گذاشت و اینه که رو تصویر میبینید اومد اینو زد نوشت که اشکان چه خبره الان تکلیف چیه یک اسکرین شات از توییت های هیچکسه که مخالفت خودش رو با این فرقه اعلام کرده بوده قبلا و اشکان فدایی نوشته رد گم کنی بعد از اخراجش جالبه مثل اینکه منظورش اینه که سروش هیچکس و از ملتفت اینا اخراج کردن که خیلی حرف بزرگی واقعا حالا در ادامه بهش میرسیم واکنش رب بعد از این داستان شروع شد دیگه اولین نفرم مسلما سورا که اصلا نزاش توییت فدایی به زمین بنشینه سری اومد و واکنش داد نوشت حیف سروش رفتن زیر پرچم مجاهدینی که تو جنگ ایران و عراق با صدام همکاری کرده توجیهی نداره لعنت به زوج بعد که حالا من دارم اینجا واکنش رب رو میخونم شما هم نظرتونو بگین اگه هم از کل موضوع با خبرید که الان بگید همینجا که به نظرتون حق با فداییه یا هیچکس یا هیچ کدومشون. واکنش بعدی از سمت چرسی بود که اومد نوش پشمام کاش توییت های فدایی رو نمیدیدم به نظرم بعد الان بنویس پشمام کاش توییت های هیچ کس رو نمیدیدم واکنش بعدی از کروشمانتونز داشتیم که طبق معمول اومد فینگلیش نوشت و الان ما پدرمون در میاد تو بتونیم بخونیم نوشت چون زن هیچکس خونوادهش به مجاهدین وصل بودن دلیل نمیشه خودش آدم بدی باشه زود قضاوت نکنین راست میگه خدایی ولی پشمام ریخ هیچ کس هم اگه اخراج میکنن اونم از مدرسه که خودش ساخته توسط شاگرد خودش که واقعا حرف منطقی من منطقی منطقی دیگه یعنی چی هیچکس اخراج شد و اینا واکنش بعدی از اپیکور داشتیم امیر اپیکور که اومد نوشت حالا که از دهن خودی افشا شد برید به مولا رو گوش بدید رمزگشایی کنید به فیت اپیکور و حسین جدی رحمتی این همه گفت نمیخواستین قبول کنین ما هم اومدیم گفتیم بعضی ها گفتن وصلا ولی, پش... ولی ما پشت ولی ما پشت ابر نمیمونه بالاخره میشه رسوا آقا تو رو خدا ناموسا فینگلیش تایب نکنیم مگه فارسی چشه این از واکنش اپیکور واکنش بعدی رو دوباره از کروش وانتونز داشتیم که ببینیم کروش چی نوشته کوریوانس نوشته که کلا همه فقط میخوان یکی به گا بره بگیرن روش با یزیدا بزنین یارو بیاد حرف بزنه حداقل خودش تو خیزش اخیر پا پای مردم بود اونا که خفه شده بودن کل این مدت یا تخمشو نداشتن یا به نفعشون نبود که زر بزنن حالا الان سمت زبون در میارن واسه سروش راست میگه من اصلا نمیگم سروش کار درستی کرده یا غلط ولی تا مطمئن نشم داستان چی بوده هی فضای مجازی از کوسچر پر نمیکنم کنم هم بهش هیت نمیدم که خدای از حرفای کروشمانتونز وانتونز داره حق میباره واکنش با بعدی و از امین داشتیم منیجر سورا بمجه که نوش سیاست کلا کسیف چه این وری چه اون وری پول دروردن سیاست از خود سیاست کسیف داره این همه تومت زدی به سورا باید کاری که نکرده بود و, به و یه موج علکی زد سورا درست کردی که وصل به فیلانجا بدون ایش دلیل و مدرک درست حسابی و باعث شدی به زن و فوش بدن سورا جواب تو نداد ولی کارما خیال نمیشه خب سوتون سهراب که 20 دیسترکت داد به این داستان حالا کاری نداری واکنش بعدی از سجاد ترابی داشتیم منیجر یاس توی توییتر نوش خیلی نامردیه وقتی یکی زمین میخوره هر کیم هم رد میشه لغت بزنه بهش واکنش بعدی از زیرتونی وان داشتیم توی تلگرام نوش حزب چپ فقط تخمه من پشت مردم هم نه موافق یا مخالف ایدئولوژی های سیاسی, و ای... سیاسی یه شخص محصا یعنی مردم ایران فراموش نکن. واکنش بعدی رو دوباره از کروش فانتون داشتیم که دوباره فینگیری و دوباره رو مخ من بریم بخونیم داستان شبیه نعیم و منصور و صابر شده نمیدونم اینا کیان که داره میگه حاجی خدایش همشون از زیر کس اومدن بعد میگن اخراجش کردیم اصلا تو کت من یکی نمیره تو کت من هم نمیره حقیقت ده ساله میدونن بابا مامان آزاده تو مجاهدینن منظور زن به سرش الان یادش اومده بگن اینا اگه خیلی واقعی بودن همون ثانی اول باید میگفتن من دیگه ما دیگه نیستیم البته باز باید مهدیار هم حرفاشو شنید ولی به نظرم فقط واسه جلب توجه این کارا این حرف کوروش هم خیلی بین مخاطب و پیچیده بود چون توی توییتر همه میگفتن اشکام فدایی تو, تو که میدونستی مثلا آقا اینا از اول اینجوری بوده مثلا خانواده همسر هیچ کس با مجاهدین خلق حالا رابطه داشتن و اینا چرا قبلا نیومدی بگی چرا همین الان اومدی بگی حالا میرسیم بهش بریم واکنش بعدی از دوستی داشته باشیم آینساس که نوشته قدیما تو اینجور مواقع هیچ کس فدایی رو میفرستاد جلو شت واکنش بعدی از همید صفته که نوشته وقتی دست نمک نداره فداییت هم واسه چاقو میکشه چاقو دستشون نمیبره ولی تا ته تو غلاف خودش فرو میره بعد واکنش بعدی از مورد داشتیم که نوش چقدر کسافتین شما چقدر بانبازین چقدر دوگمین تخم سگا شما چه فرقی با اینا میکنین واکنش بعدی از سپر خلسه داشتیم که یه ویدیو گذاشت نوشته بود واکنش من نسبت به توییت فدایی ویدیوشو رو ببینیم چه ربطی داره خب یه یعنی میدید که ویدیو رو لایک کنید به من انرژی بدید بریم سراغ جوابهای های که سروچیچکست یه رشته توییت های اومد جواب اشکان فدایی مدیار و ملتفت رو داد بریم ببینیم که چی گفته خب هیچکس نوشت من و همسرم آزادیخواهیم و خواهان برقراری دموکراسی لیبرال با فرقه مجاهدین خلق ارتباطی نداریم و به غیر از مخالفت با ایدئولوژی اسلامگر و کمونیستی این گروه همونطور که در کنار اسمش آوردم این گروه رو یک فرقه میدونیم و اینکه من از گروه موسیقی که خودم اسمش رو گذاشتم و الان تبدیل به یک فرقه شده اخراج نشدم ترکش کردم ملتفتو میگه بیش از ده سال از ازدواج من و همسرم میگذره و مهدیار آقا جانی رهبر این فرق گروه موسیقی منظورش ملتفت از همون زمان از اینکه والدین همسر من طرفدار فرقه مجاهدین خلق هستن خبر داشته این بده ولی خب شرافت شرافت نداشته این شرافت نداشته این رهبر فرقه چیچیک حکم کرده که الان بیان به این موضوع بپردازن و به دروغ بگن که ما با مجاهدین در ارتباط هستیم و من از این گروه موسیقی به این دلیل اخراج شدم هر فردی مسئول رفتار و کردار خودشه و اینکه پدر مادر یک فرد چه گرایشات سیاسی دارن به اون فرد مربوط نمیشه همسرم آزاده اکبری از شریف شریفترین و وطن دوستترین که من دیدم همیشه سعی کرده نه تنها به اطرافیانش بلکه بر شخص دیگه که نیاز به کمک داره کمک کنه و همیشه سعی کرده فعال باشه و فقط توی همین چند ماه صبح تا شب شب تا صبح در حال فعالیت و کمک رسانی در راستای براندازی بوده که شاید خیلی از یک دونش هم خبر نداشته باشن توی این چند سال مدتی هم فعالانه به دنبال نجات افراد از چنگ فرقه مجاهدین بوده و سعی کرده تا افرادی که عضو این فرقه هستن رو نجات بده و طرفداران مجاهدین از جمله والدینش رو از طرفداری این فرقه منصرف کنه آزاده مثل هر آدم دیگه علاقه زیادی به والدینش داره و مسلما آدم از این که ببین عزیزانش طرفداری یک فرقه رو میکنن که دست به حملات تروریستی هم زده به شدت آزرده میشه و سعی میکنه منصرفشون کنه همسرم آزاده روزای زیادی رو صرف و بررسی مطالب و مستنداتی که در مورد, که در مورد فرقا نوشته و ساخته شده بود میکرد تا راههایی رو پیدا کنه و متوجه شه که چطور میشه افراد رو از طرفداری یک فرق منصرف کرد یا از عضویت یک فرق نجات داد ولی متاسفانه موفق به منصرف کردن والدین و یا نجات افراد نشد نجات عضو یک فرقه کار بسیار بسیار سختیه چون به غیر از اینکه اون فرد دائم مورد شستشوی مغزی قرار گرفته فرقه اون فرد رو کاملا به فرقه اون فرد رو کاملا به خودش وابسته کرده و جدایی از شخص گروهی که فرد بهش وابستگی داره برای خیلی از انسان‌ها اگه غیر ممکن نباشه کار بسیار بسیار سختیه من طبق تجربه‌ای که از جدایی از این گروه موسیقی یعنی ملتفت داشتم میتونم بگم که حتی تصمیم به, جدا، به جدایی از یک فرقه کار سختیه چه برسه به اقدام به جدایی همونطور که گفتم من از گروهی که خودم اسمش رو گذاشتم اخراج نشدم منظورش ملتفته من این گروه رو ترک کردم چون بیشتر و بیشتر متوجه رفتار غیر اخلاقی و فرقه ای این گروه شدم شاید تو همان همراه با فرقه ای تر شدن این گروه و این با ارزش های من در تضاد بود عضویت در یک گروه جمع که کار موسیقی میکنن برای من دلیل اصلیش توی بخش بزرگی از زندگیم این بوده که همه در اون جمع میتونیم به کمک هم باشیم نمیگم همیشه چون زمانی که گروه سامت وجود داشت هدف دیگه داشتن قدرت بود که اشتباه بود گروه سامت گروهی بود که پیش روی از ما هم ولی متاسفانه این گروه تبدیل به فرقهی به رهبری مهدیار آقا جانی شد منظورش ملتفته آدم خود بزرگ بینیه مهدیار که علاقه شهیدی به پرستیده شدن داره و به جای کمک به هرچی بیشتر مستقل شدن افراد سعی داره اونها رو در چنگ خودش نگه داره و از مستقل شدن جلوگیری کنه یکی از تکنیکایی که بین افراد تاکسیک در روابط عاطفی و یک رهبر فرقه چیچیک برای نگه کنترل روی قربانیانشون مشترک گس لایتینگ نمیدونم چی اگه میدونین توی کامنت بگید ستونا با تا... یا تلاش برای کنترل ذهن طرف... طرف مقابله در این روش فرد تلاش میکنه با ایجاد ترس تعهد و احساس گناه در قربانیان باعث شه که اونا به حافظه خودشون هویت خودشون و یا حتی قضاوت و ادراک خودشون از قضایا شک کنند با این روش اونا شما رو قانع میکنن که شما مقصرید و اگر هم چیزی درست پیش نمیره حتی شما کار اشتباهی انجام دادید این روشیه که مدیار آقاجانی برای داشتن کنترل روی اطرافیانش ازش استفاده میکنه اون شما رو قانع میکنه که بهش نیاز دارید و تشخیص اینکه یک فرد داره از این تکنیک استفاده میکنه برای کسایی که قربانی این داستانن کار راحتی نیست چون شما قانع شدید که به اون آدم نیاز دارید و نمیتونید خارج شدن از این چرخه رو تصور کنید در یک فرقه سعی میشه به طرق مختلف ارتباط فرد با افرادی گروه های اجتماعی که فرقه ها فرقه اونها رو که فرقه اونها رو تهدیدی میبینه برای حفظ فرد در گروه قطع بشه تا فرد بیشتر و بیشتر به فرقه وابسته بشه سروش جان چقدر سخت می سوتون. و جدایی هم به علت, و... به وابستگی هم به علت ترس از تنهایی و نداشتن افرادی که نقش حامی رو ایفا کنن سختتر و سختتر بشه تمام اینا مشخصاتی هستن که این گروه موسیقی یعنی ملتفت داره و به همین رفتار فرقی و انحصار طلبانه وارد فعالیت های رسانهی و حقوق بشری شده حالا رهبر فرقه سیستم برده داریش رو در خطر دیده منظورش مدیار آقا جانیه و به یکی از اعضای فرقه که منظورش فداییه بدونه، که بدون اجازهش آب نمیخوره دستور داده بیاد و ضد من حرف بزنه اونم کسی که در متح مریم فیروز یکی از محسسین حزب توده شعر گفته منظورش که از تکسای فداییه که در متح این... ایشون یه تکسی داره و گروه موسیقیش رو چریک نامگذاری کرده لیبل خود فدایی چریک اسمش تا ترکیبش کنار اسم خودش بشه چیریک فدایی چه این افرادی بسیار بسیار خطرناک هستن و فقط امیدوارم افراد افرادی بیشتری توسط این فرق مورد آزار و اذیت قرار نگیرند و با مجاهدین دیگه در آینده رو به رو نشیم در آخر این که من همیشه سعی کردم درستی و شرف رو سرمشق خودم قرار بدم و به راهم ادامه بدم خب این از حرفای سروش هیچکس که تا زمانی که اشکان فدایی اون تویت رو زده بود علی هیچکس همه داشتن به هیچکس میپریدن فوش میدادن وقتی که هیچکس این توییت ها این توییت ها رو زد و اومد صحبت کرد کلا ورق برگشت و همه گفتن حق با سروش هیچکس باز به فدایی و مهدیار رو ملتفت دارن میپیچند Uh, حالا صحبت میکنی شما هم تا اینجا بگین که آقا حق با کیه به نظرتون یعنی فدایی و مهدی رو اون دارن درست میگن یا هیچ کس داره درست میگه دیدگاهتون رو بنویسید آزادانه اینجا آزادانه میشه صحبت کرد در ادامه بازم واکنش ها رو داشتیم مثلا کاغان اومد من نوشت که صبح خیلی کیر تو مهدیار خیلی رک و در ادامه دوباره اشکان کاغان نوشت اخراج بگو با اموجی خنده خب راست میگه دیگه هیچکس خودش اصلا ملتفه و همه به هیچ کس میشناسن دیگه بعد هیچ کس رو اخراج کردن چه حلش. واکنش بعدی از جرس جرشا بود که نوشت واسه شخص من هیچ کس با هر عقیده سیاسی بازم کسیه که سالهای زیادی واسه من واسه این جریان از گذشگی کرد زحمتاش فراموش نشه واکنش بعدی از پارسالیب بود که نوش سروش هیچ آزادخواست و اون رو توی موزیکش میشه حس کرد و فعالیتش این مدت بدون پرچم مجاهدین قابل تشخیص دادنه پس کسی رو به خاطر چهار تا عکس و روابط خانوادگی قضاوت نکنید راجع به آینسازی مدیار و اینکه بخواد پرستیدشم هم مشخصه چون موزیکش مردمی نیست و در اون باز هم حسش مشخصه یادتون نره تا قبل از ریمیکس ترک سروش به غیر از خانواده رپ فارسی هیچ کسی نمیدونست ارومیه رو ارومیه رو میشه روش عرص کشید پس آینستوزی توی شنیده شدن کار انقدر تاثیرگذاره. گذاره منم بودم میومدم بیرون و در آخر یعنی تا اینجایی که الان ویدیو رو رکورد میکنم همین واکنش ها بود اما یک واکنش مونده که اونم بریم ببینیم واکنش علیرضا جیجه جی. خب، خب یعنی سر این بود از واکنش رابکونا و این هواشی که به وجود اومد تا اینجا هنوز مهدیار واکنشی نشون نده اگه تا زمان انتشار این ویدیو واکنشی نشون داد توی تدوین و ادیت میذارم براتون اما یه صحبتی ریزی دارم و برم پی کارم ببینید این کار فدایی خیلی کار فولی بود به نظر من به شخصه اوکی باید آزادانه نظر داد صحبت کرد و شکافت همه چیو اما اینکه بیای به ای که چون پدرزن یک کسی به یه جایی وصله پس اون فردم به اونجا وصله این کار اصلا این حرفت چرت و پرتی به نظر من با اینکه با احترام کامل به فدایی و مدیو و ملتفت اما خب پیش کس هم اومد جوابش رو داد و حالا دیشب یه تایمی هیچکس بین مخاطبا یه جوری شده بود که دیگه همه گفتن هیچکس کس دلمون شکستی و فیلان و بیسار اما الان معبوبیت هیچکس کس چند برابر شد به خاطر اینکه خب مشخصا هیچکس جز هیچ فرقه و نمیدونم این کسشیره که هستن نبوده به نظرم تا الان و خودش رو ثابت کرده و یک کاراکتریه که همه واسهش ریسپکت قائلن و اعترام قائلن هیچ موقع فهم کنم هیچ خراب نشه و کسی حتی میگم یعنی هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه با سروش هیچ کس یعنی میتونه بهش گیر بده دیس بده و اینا ولی اینکه بخواد بگیره رو شخصیت سروش هیچکس کس خرابش کنه حس میکنم یه کم کار سختیه ولی فدای اینو تو خودش دیده بود که فهمی کرد چون با حسین بیف کرده با فلان هیچکس هم مثل اوناست حالا من از هیچکس نمیخوام دفاع کنم و علی فدایی صحبت کنم اصلا به عنوان. به عنوان یه انسانی که راحت میتونه صحبت کنه دارم صحبت میکنم و واقعا باید فضای انتقاد توی رفارسی باز باشه همونطور که فدایی اومد انتقاد کرد به سروش هیچکس منم میتونم به فدایی انتقاد کنم ولی به نظرم این کار نباید اتفاق میافتاد کلا نه بی فدایی نباید همچین کاری میکرد چون باز شد چهار نفر دیگه خوشحال بشن چهار نفر دیگه از ان کره بگیرن و اتو دست چهار نفر دیگه داد یعنی سودی که برای خودش نداشت هیچ کس هم دفاع کرد همه هم اکثریت البته میگفتن حق با هیچ کسه هیچ کس هم بیشتر شد از اون طرف خودش و مهدیار رو ملتفد رفتن زیر سال یعنی نمیدونم چرا این اتفاق افتاد این یه هو این کارو کرد یه سری هم می میگفتن یعنی نظرات رو دارم میگم یه سری هم می میگفتن که این حرکت رو محدیار زده و فدایی و اینا که آلبوم بهرام کمتر شنیده بشه این هم نظرات مخاطبا بود چون من نظرات مختلف رو دارم میگم و واقعا دوست دارم فضای نقد توی رفورسی باز باشه یعنی چی که من نباید صحبت کنم من باید صحبت کنم شما باید صحبت کنید و البته بدور از توهین و فهاشی و اینا اما میگفتن که مهدیار زمان اشتباه خوبم هم, هم چی کاری کرده الان هم آلبوم بهرام اومده آلبومش هم خفنه که خدایی آلبوم بهرام خیلی خفنه حالا تحلیلش رو براتون میذارم من سه چهار تا ترکش رو کامل کردم بقیهش مونده قرار توی چند تا پارت توی یوتیوب میذارم براتون و میگفتن که مهدیار این حاشیه رو آورد تو داستان که آلبوم بهرام کمتر شنیده بشه یا از ترند فاصله بگیره نمیدونم شما نظرتون رو بگین خلاصه که سعی کنید این هواشی رو در همین حدی که حالا مثلا ببینید و بخونید دیگه ادامه ندید بیشتر از اون یعنی برین توی بطن داستان سعی کنید برین آلبوم بهرام الان اومده برید گوش بدید عشق کنید آلبوم شایه داره میاد گوش کنید یا حتی اگه فدای ترک داد گوش کنید هیچکس دو ترک داد میدونید یعنی من منظورم اینه که آقا هاشیه باله با خب یک کرمی توی تمام انسان هست ربطی هم به ایرانی بودن یا خارجی بودن نداره کرمی هستش که آشیه جذابه شورت فلانی شرنگی جذابه خب اما میگم آقا آشیه رو واسه یه تایمی جذابیت داره اوکی توش باشیم ولی برین سمت الان مثلا آلبوم برام واقعا حیفه واقعا حیفه خیلی آلبوم خفنی ها ببین نقدم برش وارد من نقدهامم خواهم کرد به آلبوم بهرام ولی حالا تحلیل رو میزان براتون ببینید وقتی دیدید متوجه میشید که بهرام داره چه نکاتی رو میگه و به چه بودی از خودشناسی رسیده و داره به مخاطب شرایه میده خلاصه دیگه زیاد حرف نزنم سعی کنید زیاد تو آشیا گیر نکنید یعنی بال الان ببینیم چی میشه اینا ولی گیر نکنید من خودم به شخصه خیلی منتظر واکنش مهدیارم ببین منم از اونام که دنبال هاشیم ولی آلبوم بهرامم فکر می‌کنم الان دروغ نگم 12 13 بار گوش دادم از همین دیروز پریوز که اومد خلاصه آقا سروش هیچکس با این چیزا خراب نمیشه این یه واقعیتی که باید پذیرفت با احترام برای تمام آرتیست های رفورس اما هیچکس خراب شدنی نیست و حس میکنم هیچی از بعد از این توییت فدایی دلش عجیب و غریب شکسته چون نمیخوام لفظ بیام ولی نمک خوردن و نمک دون شکستن داستان واکنش رضا پیشرو هم برام جالب خواهد بود که ببینم رضا پیشرو چی میگه و خیلی دوست دارم دوباره پیشرو هیچ کس سامت رو تشکیل بدن چون که ملتفت که به فاک رفت از البته برای سروش هیچکس یعنی ملتفت که الان سر جاشه مهدی رو فدای شاپور توشن اه ولی اه این طرف خیلی واقعا رویاست ولی دوستانم دوباره سامت رو بزنن هیچ کس پیش رو چون تقریبا هم فهمی میکنم با هم همسون الان ذهناشون و اینا امیدوارم این اتفاق بیفته شما هم نظرتون رو بگین اتمن ببخشید که زیاد حرف زدم لازم بود این صحبت ها. گفته بشه از آلبوم بهرام قافل نشید میام با آلبوم بهرام با تحلیلش میفهمید چه آلبوم قولیه جملگی چشید دوستتون دارم فعلا